اینه ببری، این پشت چیز نداره، چوب پشت نداره، من دو نفر یه ببری یک کار رو شما رو میدنی، من دیم این پشت یک کار رو نردی دو خب، صرف کن اینو بده متولد 13 اسفند 1335 هستم تهران. بعد از اینکه دیپلم گرفتم رفتم انگلیس برای ادامه تحصیل و تو انگلیس رفتم برای پزشکی، یعنی در حقیقت ای لول مقدماتی برای پزشکی که اونا رو خوندم. فعالیت دانشجویی شروع کردیم تو انگلیس و خیلی بالا گرفت یواش یواش، یعنی خیلی علاقه‌مند شدم. بعد به تدریج مجبور شدم که مدرسه رو کم کنم، یعنی که بالاخره اصلا کردم یه مدتی مدرسه رو گذاشتم کنار. رو قبل از انقلاب اومدم ایران، یه 7-8 ماه ایران بودم، بعد دوباره برگشتم امریکا که به واسطه اون کشف شهود آنی زندگی مسیرش عوض شد و دیگه رفتم دانشگاه، رفتم هنر خوندم. 6 سال هم اونجا بودم، هم لیسانس هم فوق لیسانس، و بعد اومدم
حالا من سوال بزرگه برای ادهه زیادی. همه اون چیزایی رو که یه نفر باید آموزش ببینه و یاد بگیره بی‌دریغ در اختیارش میذارن و بمباران اطلاعاتی میشه دانش آموزی ها هنرجوی که هست. همیشه فکر میکردم که ایدئال‌ترین سیستم‌های آموزشی که من تو ذهنم میاد شبیه سیستم آموزشی که آقای جمهوری تو کلاساشون اجرا میکرده. ما هممون میدونیم الان ما تو دوران مدرن زندگی میکنیم، دوران که سرعت خیلی مهمه. من نمیتونم 7 سال برم کلاس نقاشی تا طراحی یاد بگیرم، ولی من اینجا سیستمی رو دیدم که در ظرف 2 ماه تمام اطلاعاتی که یک کسی راجع به طراحی لازمه داشته باشه بهش میده. یکی از دلایلش این بود که حتما جمعی اداره میشه کلاس، یعنی هر لحظه تمام بچه ها یک تمرین رو داشتن اجرا میکردن. این باعث میشد که من تو اون زمان کوتاه نمونه های بیشتری رو ببینم و به هدف اون تمرین نقد های بیشتری رو بشنوم.